به گزارش برخی رسانه ها، رامبد جوان، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده‌ای که در ماه‌های اخیر به دلیل سفر به کانادا برای تولد فرزندش خبرساز شده و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشته، قرار است برای اجرای یک نمایش به ایران بازگردد. رامبد جوان به تازگی تهیه کنندگی نمایش زیبایی گاهی زن است با بازی هومن برق‌نورد و بهار افشاری را بر عهده داشت و حالا قرار است برای بازی در نمایش قصر موروثی خانواده فرانکشتاین به نویسندگی و کارگردانی آتیلا پسیانی ایفای نقش کند. نمایش قصر موروثی خانواده فرانکشتاین در تاریخ 16 آبان ماه در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه می رود. به گزارش خبرنگار فرهنگی تسنیم، آتیلا پسیانی در صفحه اینستاگرامی خود با انتشار ویدئویی از حضور رامبد جوان در نمایش تازه‌اش خبر داد. حضور رامبد جوان در این نمایش می‌تواند بازگشت او به تئاتر محسوب شود. رامبد جوان آخرین بار در نمایش کالیگولا اثر همایون غنی‌زاده در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه رفته بود. رامبد جوان در سالهای اخیر بیشتر در قامت تهیه کننده در آثار تئاتری ظاهر شده. آتیلا پسیانی قصد دارد پس از تجربه‌های شکسپیری این بار به سراغ مری شلی، دیگر نویسنده بریتانیایی برود. او که سال گذشته نمایش دیابولیک، رومئو و جولیت را در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه برده بود، این بار قصر موروثی خاندان فرانکشتاین را اجرا می‌کند. این نمایش اقتباسی از فیلم کمدی فرانکشتاین جوان به کارگردانی مل بروکس است. خسرو پسیانی، ستاره پسیانی، اسقر پیران، رامبد جوان، نوید جهانزاده، روح‌الله حق‌گو، سیما خوشنویس، علی شادمان، ناز شادمان، مهدی صدر و فاطمه نقوی بازیگران این نمایش هستند. فرانکشتاین داستان دانشمند جوان و جاه طلبی است که با استفاده از کنار هم قرار دادن تکه های بدن مردگان و اعمال نیروی الکتریکی هیولایی به سان انسان و در ابعاد بزرگتر از جثه انسان معمولی می سازد. موجودی با صورتی مخوف و ترسناک که بر همه جای بدنش رد بخیه های ناشی از دوختن به چشم می خورد. این موجود بدان حد وحشتناک است که همگان حتی خالقش از دست شرارت های او فرار می کند. هیولایی که خالقش نیز نمی تواند آن را کنترل کند و مقهور آن می شود. در این نمایش پسیانی دیگر با محمد چرمشیر همکاری نداشته. هرچند این اثر نیز همانند همکاری چرمشیر و پسیانی اقتباس از متون ادبی است. متن قصر موروثی خاندان فرانکشتاین توسط آتیلا پسیانی و خسرو پسیانی نگاشته شده است. قصر موروثی خاندان فرانکشتاین قرار است پس از نمایش اسلو به کارگردانی یوسف باپیری 16 آبان ماه سال جاری در سالن سمندریان تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برود. رامبد جوان در اول دی ماه سال 50 از خانواده‌ای سنتی در تهران با اصالت آذربایجانی زاده شده. رامبد جوان یک خواهر به نام پوپک دارد که 8 سال از خودش بزرگتر می باشد. رامبد یعنی فرشته صلح و آرامش و این اسم انتخاب خواهرش بوده. چندان به فوتبال علاقه‌مند نیست و موسیقی را خیلی دوست دارد، اما ترجیح می‌دهد از هیچ خواننده‌ای اسم نبرد. و گفته شده اشکان خطیبی دوست صمیمی رامبد جوان می‌باشد. روند شروع به کار هنری او به ترتیب در تئاتر، تلویزیون و سینما بوده. او در 11 فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته. وی در یک قسمت از مجموعه تلویزیونی پرطرفدار همسران نقش کوتاهی داشت و همین باعث حضور پررنگ وی در مجموعه تلویزیونی خانه سبز در نقش فرید صباحی شد. نقش‌هایی که جوان در سینما و تلویزیون ایفا می‌کند بیشتر جنبه طنز دارد. رامبد جوان کارگردانی 4 مجموعه تلویزیونی به نام‌های گمگشته، نشانی، مسافران و توطئه فامیلی را بر عهده داشته. به مجموعه نشانی ایام نوروز 87 از شبکه 2 سیما پخش شد. مجموعه گمگشته به نویسندگی سید سعید رحمانی و علیرضا کاظمی پور نیز در ماه رمضان سال 1380 پخش شد. وی کارگردان و مجری برنامه خندوانه می باشد که از سال 1393 از شبکه نسیم در حال پخش است.
رامبد جوان تا به حال 3 بار ازدواج کرده. ماندانا روحی، سحر دولتشاهی و نگار جواهریان 3 زنی هستند که به همسری رامبد جوان درآمدند. رامبد جوان در دهه 70 با ماندانا روحی ازدواج می کند. ماندانا روحی هم مانند او هنرمند بوده و البته سر و صدای ازدواج آنها زیاد به اطرافیان نمی رسد. نکته جالب در مورد ازدواج اول رامبد جوان این است که سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران آنها را پای سفره عقد نشانده و برایشان خطبه را جاری می کند. در هر حال تنها چند سال بعد این ازدواج به بن‌بست رسیده و این دو از هم جدا می شوند. رامبد جوان در 27 اسفند 1387 با سحر دولتشاهی ازدواج کرد که ماجرای آشنایی آنها به صحنه تئاتر برمی گردد. این دو در سریال مسافران با یکدیگر همبازی بودند. داستان آشنایی رامبد و سحر نیز از یک نمایش تئاتر کلید خورد. سحر دولتشاهی عضو گروه تئاتر پسیانی بود و آتیلا پسیانی در این آشنایی نقش پررنگی داشته. و این دو در سال 1393 از هم جدا شدند. رامبد جوان 2 سال بعد با نگار جواهریان ازدواج کرد و جواهریان در کانادا زایمان کرد و رامبد جوان پدر شد. رامبد جوان و نگار جواهریان به تازگی صاحب دختری شدند و نام او را نوردخت گذاشتند. چندی پیش ماجرای سفر رامبد جوان و همسرش به کانادا و به دنیا آوردن فرزندشان در آنجا بسیار خبرساز شد، تا جایی که رسانه‌های بسیاری به این موضوع پرداختند. پس از انتشار اخباری در این باره، سرانجام مجری خندوانه سکوت خود را شکست و صحبت‌هایی راجع به سفر خود مطرح کرد. جوان در مصاحبه‌ای گفت: علت سفرم اکران فیلم قانون مورفی نبوده است. من آمدم به مونترال و ضمناً این فیلم را هم در اینجا به نمایش می‌گذاریم. پس از انتشار تصاویری از جوان به همراه همسر باردارش نگار جواهریان در کانادا، شایبه‌هایی ایجاد شد که وی با هدف تولد فرزندش در خاک کانادا به این سفر رفته. مطابق قوانین کشور کانادا، هر نوزادی که در خاک این کشور متولد شود، تابعیت کانادایی دریافت می‌کند. در ابتدا این شایبه مطرح شد که وی صرفاً برای اکران فیلم در این کشور حاضر شده، اما پس از چندی این خبر تکذیب شد. خود جوان در این باره گفت که با هدف اکران فیلم نیامده، اما به هر صورت در موازات سفرش به کانادا فیلم را نیز اکران خواهد کرد. جوان در طی همایشی کوچک در کانادا پس از سوال مجری در مورد تصمیم وی در خصوص برنامه سفرش گفت که مشغول تفریح بوده و صرفاً منتظر است فرزندش به دنیا بیاید و کار به خصوصی ندارد. این موضوع موجب انتقاد شدید اما متفاوت مردم و چهره‌های سرشناس مختلف شد. برخی معتقد بودند که حریم خصوصی افراد نباید خدشه‌دار شود و بسیاری نیز وی را شماتت کردند که چرا برخلاف تم میهنگرایانه برنامه‌هایش فرزند خود را برای گرفتن تابعیت کشوری دیگر در کانادا به دنیا می‌آورد و حاضر نیست در خاک ایران منتظر تولد فرزندش باشد. برخی از کاربران اینستاگرام در خصوص یکی از پست‌های رامبد جوان در حمایت از کودکان کار وی را به شکلی کنایه‌آمیز بابت تولد فرزندش در خاک کانادا سرزنش کردند. اکثریت اعتراضات اما متوجه شعارها و جملات رامبد جوان با درومایه وطن‌پرستی و ملی‌گرایانه وی در برنامه‌ها و اجراهای او بود که در تضاد با قصدش از این سفر می‌باشد. رضا رفیع به طعنه در این خصوص گفت که این اقدام جوان مانند خواندن ترانه‌ای میهن پرستانه از سوی سالار عقیلی در مورد ایران ما از قلب کانادا است. وی همچنین افسود که حریم خصوصی برای چهره‌های سرشناس اینگونه تعریف نمی‌شود. رامبد جوان مجری و تهیه کننده برنامه خندوانه در صفحه اینستاگرام خود متنی در واکنش به انتقادات و قضاوت‌های مردم منتشر کرد. رامبد جوان نوشت: ممنون که کنارمین. دم همه 9 میلیون نفرتون گرم، چه اونها که مهربونن و چه اونهایی که نامهربونن، چه اونها که مؤدبن چه با من و چه با بقیه، چه اونها که بیادبن چه با من و چه با بقیه، چه اونهایی که مراقب قضاوتشون هستن، چه اونهایی که ندونسته این آب خوردن میبرن میدوزن و بی حساب و کتاب قضاوت میکنن،
چه اونها که با حالن و حال بقیه رو خوب میکنن، چه اونها که افسردگی دارن و حال بقیه رو هم میگیرن، و چه اونها که زندگی رو دوست دارن و براش یه کاری میکنن، و چه اونها که خودشون رو ول کردن تو قصه و تلخی و ناامیدی. و خلاصه این که بعد از این تقسیم بندی ها بهتون میگم که بی تقسیم بندی و یک جا همتون رو دوست دارم، چون اینجوری به خودم یاد دادم. سلامت و قوی باشین.